بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. ما يك وعده داده بودم كي اگر خداوند متعال توفيق عنايت كرد يك بحث راجع به معارف اسلامي و تصوف اسلامي تو کم کم به پیش خود بردیم و موضوعات را انشاءالله به حسب اسلوبی که با کتاب الله جل جلاله و با سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و با اقوال علمای بزرگوار ما ربط داشته باشد و را انشاءالله بیان خواهد کرد. روی از ما سلسله که به این شکل اگر خدا توفیق عنایت کرد با پیش خواهد بردم، یک موضوعی است که تعلق دارد به این معارف بزرگ دینی ما شما. بنابراین همیشه افراد و تفرید در حقیقت وسیله است برای از بین بردن اصل اهداف دینی. آنانی که مطلق سر اصطلاحات بسیار محکم میچرخند و اصطلاحات به اصطلاح و را دلیل میگیرند برای نفی یک شی در حالی که اصل موضوع را ترک میکنند، او هم جایگاهی نیست که نباید سرش دقیق عطف توجه کرد. و آنانی که کاملا سر موضوعات چنان منهمک میشن که استدلال به کتاب و سنت را در انزوا قرار میدن، در حقیقت اونا هم اشتباهی کردن و نباید به اسلوب پیش بروید. روی اساس آنچه که قرآن کریم به ما شما پیشنهاد میکند و تذکر میدهد و به عباره دیگر به عرف که افغانستان دارد، صوفی یعنی کسی که ذکر الله جل جلاله را میکند. ما هم میخوام که پیش از اینکه سر اصطلاحات بحث بکنم، اول موضوع را از این شروع بکنیم که ذکر چی را میگوید و در قرآن کریم این کلمه به چی مفاهیم به کار برده شده. و هرگاه که میگم که فلانه ذاکر هستم، این مفهوم ذکر خود با خود برای ما شما یک انسانی که متدین است به احکام دینی و یاد الله جل جلاله را همیشه ورد زبان خود میزد، در ذهن ما انشاءالله تداعی میکند. بنابراین صوفی در عباراتی که ما شما داریم عبارت از ذاکر است، کسی که یاد الله را میکند. خود مسئله ذکر در قرآن کریم و در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم به اشکال مختلفه به کار رفته و به او تشویق صورت گرفته و در حقیقت معارف است که استغنای یک انسان از او در حقیقت به نابودی از او منجر خواهد شد. ابن فارس در کتاب خود ذکر میکنه که کلمه ذکر یعنی زال و کاف و را این دو اصل متفرع از خود دارد. یکی مذکر کسی را میگه که از او اولاد به اصطلاح ذکر تولد شود. اصل دومی که ذکرت شیئا معنای خلاف نسیتوه است، یعنی کسی که چیزی را فراموش نمیکنه. ذکرتو به معنی که فراموش نمیکنم. بعد از او باز این حمل شده به ذکر زبانی که به زبان تذکر داده میشود. میگم ذکر به معنای علا و شرف هم اطلاق شده است. فیروز آبادی کتاب بسیار بزرگی داره به نام القاموس المحیط
در او هم میگه ذکر به معنای حفظ شی است، یک چیزی را نگاه کردن است، یک چیزی را نگاه بکنی. از طرف دیگر باز میگه که ذکر ضد نسیان است، یعنی از جمعه وقتی میگه ذکر به معنای از اینکه نفراموش کردن، و نسیان همانا ظهور است، یک چیزی از حافظه دور شدن را میگوید. و ذکر خداوند متعال عدم نسیان الله جل جلاله در اوامر و نواهیش است، و حضور فکر و قلب است با یاد از او. پس معنای لغویش ای است، و در قرآن کریم کلمه ذکر به معانی مختلفه بکاند. ذکر در قرآن کریم به معنای دین الله جل جلاله است، و در قرآن کریم توضیح شد. الله می فرماید در سوره مبارکه انبیاء آیه 7: او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم. آیا شما تعجب میکنین در این باب که اینکه بیاید برای شما ذکرون ای دینون من ربکم از طرف پروردگارتان علی رجل منکم بر قلب مردی از شما دی تعجب میکنید؟ حالا که جای تعجب نیست، تو چرا تعجب دی میکنی که دین را خداوند متعال به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم داد که از او طریق به تو برسد؟ دی چی جای تعجب است در حالی که خودت معتقد هستی که ابراهیم پیغمبر خدا است، در حالی که خود معتقد است که حضرت موسی پیغمبر خداست، حضرت عیسی پیغمبر خداست؟ وقتی که این اعتقادات به انبیای گذشته وجود داره، پس جای تعجب داری چی است که این دین به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بیاید و از او طریق تو این دین را بگیری؟ آیا جای تعجب است؟ پس مفهوم این را گرفتیم که ذکر به معنای دین میاد، و یکی از کاربردهای بسیار بزرگی است که ما میتونیم که در درس های بعدی باز از این استفاده بکنیم که وقتی که اقا مهم شد، پس چی را در ذهن ما تداعی میکنن. ذکر به معنی علم به دین الله جل و جلاله است، علم به دین الله جل و جلاله. از این خاطر الله میگه که وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم. پیش از تو هم ما کسای دیگر را که معارف دینی را به مردم معرفی میکردن، اونا نبودن مگر مردای مانند شما، رجالا نوح الیهم، مردانی که به اونها وحی شدن. روی ای اساس ارگاه مشکلی پیدا کردی در مفاهیم دینی، فسألو اهل ذکر این کنتم لا تعلمون. پس شما هم پرسان بکنین مسائل دینی تان را، مسائل معرف دینی تان را از اهل ذکر، یعنی از علما پرسان بکنین. در آیه که اول تذکر داده شد، اوجا ذکر به معنای چی بود؟ به معنای دین بود. آلی ایجا چی میگه که فسألو اهل ذکر این کنتم لا تعلمون. شما از اهل ذکر، یعنی از اهل دین، مسائل دین پرسان بکنید. چقدر زیبا گفت است در ایجا برمو. شما از اهل دین مسائل دین پرسان بکنید. و این یک نکته بی‌نهایت مهم به ما شما میدن. یعنی چی؟ شما هرگاه که مریض میشن پیش دکتر میرینی؟ از اون میگی دلم درد میکنه، چشمایم درد میکنه، چی دوا بخورم، نسخه برات میدهد؟ امو مسئولش هست. در برق مشکل بیا، شما پیش موتروان میرین، پیش برقی میای، از او پرسان میکنی. این دین بیچاره ایتو یک موقعیت پیدا کرد که هر کس در این دستک داره است. شما میگه فکر میکنه عجیب و غریب است، هر کس که میره 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 باز در دین دستک میزنم. شما باور بکن هیچ حقی از این کسی ادا نمیکنند. هر کس کس پیش پرسان بکن در دین نظر خدا برد میده. بس پیش پرسان بکن که برادر گلم تو همی دین نمیفهمی؟ نه که نمیفهمی؟ نماز در یاد نداری؟ پس چون مسائل دین تزدی میدی؟ و شما این عملا در امیم نشست ها ببینید، یک نفر میشنه در جای دین، دین بیان عبادت بیان میکنه، واسه کسی پیش پرسان میکنه، واسه ما خواه عالم نیستم که عالم نیستی بد میکنی که جا شوشتی یا دین بیان کده رو ایستی، در حالی که قرآن چی میگه؟ فسألو اهل ذکر این کنتم لا تعلمون. شما از اهل ذکر پرسان بکن درستا که نمیدونه. پس این یک نکته بسیار مهم بر ما قرآن کریم میده که ذکر به معنی علم به دین الله جل جلاله. مشکلی پیدا کردی او طرف برو.
پیغمبر خدا علیه السلام هم یک جا می فرماید که حضور علم عن العلماء، علم را از علما بگیرید. بعد توضیح میشه که علم همیشه از علما گرفته میشه، العاملین، علم را شما از علما عاملین بگیرید. دیگه میگه ان هذا العلم دین، علم اسلام دین است، در ذات خودش دین است. پس خوب بیاندیشید که عمن تأخذون دینکم، امی دین از کی میگی؟ ای منتفت شو، هر کسی که برد میگه از اون گرفته نمیشود. این دین اسلام دین است، پس این دین را از اهلش بگی، از عاملش بگی. و این موضوع بسیار دقیق است، تجربه به ما بسیار ثابت کرده. هرگاه اسلام را از استاد بگیری، یعنی زانو بزنی، شاگرد شوی و مفاهیم بگی، جایگاه ای علم با او علمی که یک دو کتاب مطالعه بکنی و از کتاب شخصی بگیری، به نهایت تفاوت داره. چرا تفاوت داره؟ استاد در ضمن که علم برد میده، تربیت برد میده، تو را وادار میکنن، سلوکت، رفتارت، نشستت، کلی زیرم درول میگیرد، کلی موضوعات برد گفته ریست. بنان میگه دین در حقیقت ذکر به معنای دین شد، ذکر به معنای علم به دین الله جل جلاله. ذکر یعنی که هرگاه دین شد و به معنای علم به کتاب الله شد، در این صورت باز وسیله می شود برای چی؟ برای توبه. وسیله شد برای توبه، بسیار دقیق شد. اول علم، ذکر چی شد؟ دین شد. ذکر علم به دین شد. وقتی که علم بدین شد، خود با خود سوم مفهوم را برد میده که ذکر وسیله است برای بازگشت به الله جل جلاله، برای دور خوردن از اعمال ناشایسته به اعمالی که مطابق به شریعت خداوند مطابق است. پس سوم مفهوم را ذکر داد به معنی توبه. چرا قرآن کریم میگه والذین اذا فعلوا فاحشه، و آنانی که چون بکنن یک عمل فاحش را، عملی که عقل و شریعت او را تایید نمیکنه، ایرش میگم فحش میگه، نه عقل او را تایید میکنه و نه هم شرم را تایید میکنه. ایتو یک عمل زشت را کسی انجام داد، او ظالم و انفسام یا بر خود ستم کرد، بر خود ستم کرد، حکم خدا برش معلوم بود، برخلاف حکم خدا را فحش رو گفتم که نه عقل او را میپذیرد و نه شرم. بعضی وقت هست که ظلم است، ظلم شرم چیز را نمیپذیرد و خواسته های تو را میپذیرد، مثل چی؟ رشوت خوردن، مثل دزدی کردن، مثل قدر خیانت کردن. ببینی که یکان بار عقل برد میگه و یک چند بار بگی و تندار باز دوبه بکن، فریبت میدن، شهوتت، خواسته های. اگر چونین کار هم آمد، چونین انسانی بود، ذکر الله، باز الله را به یاد آور، صحیح شد؟ یعنی علم به شریعت پیدا کرد. فاستغفروا لذنوبهم، باز طلب آمرزش کردن برای گناه های خود. و من یغفر الذنوب الا الله، و چه کسی است که گناه را میبخشد جز الله جل جلاله؟ و لم یصروا علی ما فعلوا و هم یعلمون، بعض اصرار نکردن با این گناهی که کرده بودن، در حالی که باز میدونن که گناه است، باز دیگه نمیکنن. اینجا هم ببینین که آنانی که فحش کردن یا بر خود گناه کردن، بعد از او ذکر الله، الله را یاد کردن. یا الله را چی رقم یاد کردن؟ این شریعتش یاد گرفتن. الله را چی رقم یاد کردن؟ بعد از او باز به با اهل علم رفتن، رفتن یاد الله جل جلاله، یعنی فهم دین، و یا هم در مجالس دین ششتن، خود به خود زمینه را مساعد میکنه که انسان از گناه دور شود. پس ذکر به معنای چی است؟ به معنای وسیله برای توبه و بازگشت و الله جل جلاله. ذکر وسیله است برای خوف و ترس از الله جل جلاله، زیرا که وقتی قانون بر بیان شود، یک، بعد از او قانون تو به مجالس اهل علم بشینی، دو، و سوم راه توبه را برای تو نشان بدهد، سی، با نهایت یکی پی دیگر قطع کرده رویست، بانه های از بین میبرد، ولی نمیفهمیدم از بین رفت، خبر نبودم از بین رفت،
ولا جای نشستن نبود صاحب برد نشان داد اهل علم دیگه بانه را از بین میبرد بانه را که از بین میبرد دیگه خود به خود ترس در وجودت پیدا میکنه یا نمیکنه ترس پیدا میکنه تو خود به خود میترسی که ولا گفت دیگه رقم شد از این خاطر الله جل و جلو ایرم ذکر میکند که الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم آنانی که چون الله را یاد بکنند با دلهایشان چی میشه؟ در رپش میشود دلشان دیگه در تکان میخورد دلشان از ترس الله جل و جلو که الله را رخون نشان دادی مجلس هم دارم دادی علم هم دارم دادی پس حالی که می کار نمی کنه پس از مکه دیگه بدبخت انسان خودت خودت ملامت میکنی پس ذکر به معنی چی شد؟ ذکر وسیله برای ترس از الله جل و جلو از این خاطره میگه انما یخشى الله من عباده العلماء جز نیست که از الله بیشتر مردم که میترسه کیست در گروه ها؟ علماء هستن زیرا من فهم دارم از این موضوع وقتی که یک انسان از خدا ترسید تبیز که با او طرف دیگر دست نمیزنه ما شما میترسیم که اینجا یک ساکت برق هست دست زنی در روی چی میشاد؟ میگیرید باز در اونجا دست میزنی؟ نه جهل انسان بر موضوع وادارت میکنه که خلاف قانون حرکت بکنی پس وقتی که ترس زمینه مساعد میکنه به عدم مخالفت از قانون وقتی که دست نمیزنید به اون طرف نزدیک نمیشه نوعی از اطمینان فرا میگیره تو را وجودت مطمئن میشود آرام میشی از تشویش از این خاطر ذکر در حقیقت سبب است برای تمانیه سبب است برای آرامش سبب است برای اطمینان به دلت الله جل جلاله میفرماید که الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب پس میگه که آنانی که ایمان آوردن و تطمئن قلوبهم بذكر الله و به مفاهیم دین به مجالس دین به سبیل توبه و به ترس از الله جل جلاله دلشان مطمئن شد الا آگاه باشید بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب خوب آگاه باشید که به یاد الله جل جلاله قلب ها آرامش پیدا میکنند الله اکبر این مفاهیم یک پیده دیگر بگیره چقدر یک مفهوم بزرگ را قرآن کریم میده و چی تسلسل زیبای در این آیت ها الله جل جلاله برای ما شما داد وقتی که این شد آیه دیگر پیام میدهد کل گپا را فهمیدن پس سر تو لازم است سر تو واجب است که باید یاد الله را بگیری به همین مفهومی که ذکر شد دین یاد بگی در مجالس بشین سبیل راه بر توبه پیدا بکن تو از الله باید بترسی در وجودت باید اطمینان باشد به صحت از دین و به صحت معرفت الله جل جلاله بنان کل چیز را گرفتی بله گرفتم بس الله میگه الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار بس يقبل عندي بعضهم بعض أنك يذكرون الله الله را یاد میکنه چی رقم یادش میکنه قياما در وقتی که استاده هستن و قعودن در وقتی که نشسته هستن و علا جنوبی به پهلوی شد و یتفکرون فی خلق السماوات والارض در آفرینش آسمان ها و کائنات می اندیشد و نتیجه می رسد ربنا ما خلقت هذا باطلا پروردگار ایرا پوچ پیدا نکردی وقتی که پوچ پیدا نکردی از جمله مخلوقات یکی هم ما هستم ما پوچ نیستم ما جایگاه دارم ما مسئولیت دارم ما خوب و بد مشناسم در اینجا شریعت و علم و علماء همه در اختیار ما قرار گذفته بنان بازم که یکان غلطی میکنم فقنا عذاب النار مرا از عذاب پروردگار از عذاب عطاشت مرا نگاه بکن بس وقتی که این شد در حقیقت وجوب ذکر الله جل جلاله در کل احوال است در همه وقت الله را یاد باید بس این مفهوم بر ما چی داد وقتی که قرآن میگه که الله را همیشه یاد بکن پس تحدید صحیح نمیاد ای تو نگو که اینی وقت یادش نمیکن همیشه الله را یاد بگو به اینی مفهوم یادش بگو قرآن برد میگه بعد از تغییر آورنده است پس سیستم زندگی تا دیگر دون میکنه ببینید که
ذکر خو میکنی در کل احوال، ولی این ذکر چند صفت باید داشته باشد، یکی با خوف، یکی با تصرف باید باشد. هم از الله باید بترسی و هم عاجزانه الله را یاد بکنی. پس آره، یک مفهوم قلابی را خود با خود از بین برد. آنانی که الله را یاد میکنن در حالی که نه از خدا میترسن و نه با الله تضرع دارن، در حقیقت اونها ذاکر نیستن. ذاکر کسی که هم از الله میترسد و هم با الله فروتن و عاجز است و کمین است. قرآن کریم چه زیبا میفرماید: وذکر ربک فی نفسک، پروردگار را در دلت یاد بکن. و مسلمان، وذکر ربک فی نفسک تضرعا، و بسیار عاجزی الله را یاد بکن، و خیفتا، و پنهان یادش بکن، پت یاد الله را یاد بکن، و دون الجهر من القول، بدون از اینکه آوازت بیرون بکشی، بالغدو و الاصال، هر صبح و بگاه، و لا تکن من الغافلین، از جمله غافل آمد باش. الله اکبر، شما این صفات بینید، کل صفات است. یاد الله را میکنی؟ بله. پس وقتی که میخوای الله را یاد بکنی، الله را در سینیت یاد بکنی. میخوای الله را یاد بکنی، قرتک چیق نزن. میخوای الله را یاد بکنی، صبح بکا، که دو وقت بسیار زیبایی است برای تذکر و مجدد و برای تقسیم اوقات زندگی. دو وقت اول به تقسیم اوقات رجوع بکنی که بازم دین است، زیرا ذکر به معنای دین بود. صبح و بگاه به دینت یک بار ملتفت شو، احکام بگی. شب داخل شد، حکم دین در شب چیست و چی پیام میدهد؟ حکم دین در روز به ما چیست، چطور پیام میدهد؟ کلش با اینی صفات توبه، با اینی صفات مجالس اهل علم، و با ترس و خوفت و اطمینانت زندگی را به پیش ببرد. خب، بناهن آیا اگر ما خواسته باشیم که این ذکر را بکنیم در همه احوال خود با ترس و با خفیه و با یاد الله، ولی نمونه چی است؟ ولی یک نقشه باید باشد، یک سیستم باید باشد، با اون نقشه باید ما ذکر الله را بکنیم. این نقشه از کی است؟ این نقشه را من برتان جور بکنم؟ این نقشه را یک جناب عالی دیگه برتان جور بکنم؟ با کدام نقشه میری وطن دار؟ این نقشه که صاحب یک دول بانیم، یک سرنه بانیم، یک تنبوره را بانیم، صاحب زده بریم خدای با نام تو نوازاندیم، صاحب نامشان طریقه را سر امیر قبل طریقه است. قرآن امیر در تشریح میکنن این رقم ذکر بکن. نه نه نه، استغفر الله، این نقشه برات جور شده است. و قرآن کریم چی زیبا میفرماید: لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. چی زیبا میگوید؟ لقد کان لکم فی رسول الله، ای مسلمان، برای تو در طریقه پیغمبر سرمشق نیکوست. ای طرف برو، برای کی؟ لمن کان یرجو الله، کسی که امید به خدا دارد، کسی که به خدا امید دارد در طریقه پیغمبر علیه السلام بیاید. و الیوم الاخر، کسی که ایمان به آخرت دارد. و ذکر الله، کسی که الله را یاد میکند. کل گیر میگن هر کسی که این سه صفت داره به این طرف بیاید الله جل جلوی توفیق داند. بنابراین برای ما پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم طریقه را نشان دادن، یاد نشان دادن. استغفر الله، من هیچ نمیفهمم. یک از برمه گفت که دوست داریم طریقه چستیه را قبول نمی کفتم، والا که قبولش کنم. بسو پردی چستیه پستیه دارم. چی کنیم این چیزی که در طریقه پیغمبر علیه السلام نباشد؟ خرتک زدن بوده باشد. لقد کان لکم فی رسول الله، برای شما در طریقه پیغمبر علیه السلام سرمشق نیکوست. او طرف برو، او طرف الگو پذیری بکن. لمن کان یرجو الله، هر کسی که امید به الله دارد، هر کس که خدا را میخواد به پیغمبر نقش قدم پیغمبر را مراعات بکنه. و الیوم الاخر، روز آخرت هم، زیرا از اعمال تو کجا پرسان میشود؟ من ربک و ما دینک و ما نبیک و ذکر الله کثیرا. تا ذکر الله جل جلاله به طریقی پیغمبر علیه السلام صورت بگیرد، به نقشه حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم صورت بگیرد، این ذکر منتج است، این ذکر نتیجه میدهد، این ذکر افق را فکری تا بلند میبرد، قدم به قدم به الله نزدیکت میکند. بعد از بستو عادی آدم نیست. به نقشه را که بپذیری به نتیجه میرسی یا نمیرسی؟ حتما به نتیجه میرسی.
و نقشم از من است، نقشم از پیغمبر خدا است و پیغمبر خدا هم از جان خود نمیگه و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. ایت یک نقشه قوی هم بوده باشه و الله این نقشه رو برای ما شما داده. بنان نقشه پیغمبر وسیله برای مغفرت و برای گرفتن پاداش و رفع مناظر است. این نتیجه میرسد. هر کس که به نقشه پیغمبر بره دو نتیجه میگیرد: گناهکار است، الله گناهش را میبخشد، و دوم که رفع درجات نصیبش میشد، منازل را الله برش میدهد. و الذاکرین الله کثیرا و الذاکرات اعد الله لهم مغفرتا و اجرا عظیما. الله و الذاکرین الله کثیرا، آنانی که الله را زیاد یاد میکنند. مفهوم ذکر خود گرفتیم پیش. به این شکل هر کس که الله را یاد میکند، مردان و ذاکرات و زنان مسلمان، اعد الله، الله برشان آماده کرده لهم برایشان مغفرتا، بخشش گناه و خطای کسبی الله برش میبخشد، و اجرا عظیما، و پاداش بسیار بزرگ را الله برش میبخشد. ذکر الله جل جلاله به این طریقه که براتون گفته شدی فرض است. فذکرونی اذکرکم، الله میگه فذکرونی اذکرکم، و امر برای وجوب میاد بدون شک. اصلا که شک نباشه، امر برای چیز؟ برای وجوب. فذکرونی، مرا یاد بکنید، اذکرکم، شما را باز من یاد میکنم. و چه مفاهیم بسیار زیبایی را امام قرطبی در حدود 20 تفسیر در رابطه به این موضوع میکنه، چگونه الله را یاد و کل مفاهیم را بر شما میده. هر کسی که الله جل جلاله به این اسلوب یاد نکند، این اسلوب را در نظر نگیره، به این طریقه پیش نرود، از خود طریقه ها را جور بکند، خود به خود مرض نفاق در دلش میاد، بعد به طرف نفاق میرود، بعد به طرف خدا نمیرود، بعد به طرف بدبختی و برای شیطان میرود. الله جل جلاله می فرماید که ان المنافقین یخادعون الله، منافقا چی میکنن؟ همیشه فریب با خدا میکنن، و هو خادعهم، و الله با این چی میکنن؟ نقشه یمد بد را نصیبش میکنن. و اذا قاموا الى الصلاه قاموا کسالا، چون دین خو یاد نگرفت. ذکر به معنای چی بود؟ به معنای دین بود. دین خو یاد نداره، اصل موضوع نماز است. نماز نقصش نیست، صحیح نه؟ قرار گه شورت شورت کرده برو، شورت کرده برو، زبه که نماز نمیکنه. ولی چی کنی؟ در مسجد نمیره، جماعت ترک میکنه. اول دشمنی یک انسان منافق با نماز است. قرآن میگه که منافقین با خدا چل و فریب میکنند، و الله جل جلاله به خاطر که اینا به اصل هدف نره، الله اینا را اغفال میکند. بعد و اذا قام نماز کن، از خاطر شرم یکان بار میخونه خب، ولی نه به معنی ازی که نماز اصل است. از نماز که چیز دیگر را، قرتک زدن را اصل میدانست. الله میگه که اگان بار که گیر بیا باز نماز میخونه، و این نماز هم و اذا قام الى الصلاه قام کسالا، با نماز هم سست و بی رغبت و بی محبت استاده میشود. یراؤون الناس، همیشه با مردم چی میکنه؟ ریا میکنه، خودنمایی به مردم میکنه، تا خودنمایی دیگه چالاک هستن. ولا یذکرون الله الا قلیلا، الله را یاد نمیکنه مگر بسیار اندک. صفت منافق چی است؟ الله را یاد نمیکنه. به شکلی که پیغمبر گفته، به شکلی که نقشه برش آمده، در نقشه پیغمبر دستک زده رئیسن، از خود نقشه ها را میکشه. بعد وقتی که چنین کرد، این انسان از جمله غافلین میشود. غافل به معنی ایست که چشمت پرت بکنی میگه یه زنیتو نیست، خودت به دست خودت خود فریب بدی. انسانایی که ناخبر هستن، نه به معنی ازی که خدا چل میزنه، خدا غافل میکنه، به دست خودش. قرآن کریم هم میفرماید که ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، ای پیغمبر، ای مسلمان، ولا تطع، فرمان نبر، اطاعت نکو از کسی که من اغفلنا قلبه، و از کسی که ما غافل ساختیم دل از او را، عن ذکرنا، از یاد ما، از علم ما، از مجالست با صلحا، از اطاعت از پیغمبر، از اطمینان به یاد الله جل جلو و درست فهمیدین. از او انسان ها اطاعت میکن و اتبع هوا، و پیروی کرده خواسته های خود، از خودش دیگه دین جور کرده است.
خواسته های خدا پیروی میکنه و کان امرو فرودا و کل زندگیش دوا برباد تیت و پیده است. سیشونه هیچ ده هیچ چیز نقشه قبول نمیکنه، هیچ چیز پلان قبول نمیکنه، سیستم قبول نمیکنه. کتیزو مردم نشه دیرا وقت دزایی میکنه. ای کلش که خلا شد، بعد از او با آستای کده بر ما یک نکته را میدهد که او مسلمان نتیجه ذکر الله جل جلاله میفهمین چیز؟ مراقبت الله جل جلاله و خوف از است. ارگا ذکر تو، تلاوت تو، علم تو، مجلس تو، اطمینان تو به این نیاید و این نکته نتا که خدا را مراقب باید بدانی، این نتیجه باید بده. از خدا باید بترسی. دین، فهم دین، ترس از خدا. فهم دین، خوف از خدا. فهم دین، مراقبت الله جل جلاله. هر کسی که گرفت ای در حقیقت عالم است. هر کسی که در مجلسی که حضور یافتی و ترس خدا را بر تو داد، بفهم که مجلس صالح است. هر که در مجلس شوشتی که تو اطمینان قلبی را به صحت از دین و رایت گرفتی، بفهم که دین است و به ای خوش باش و ترکش نکن. قرآن کریم در رابطه میگه که وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري. ببینید که ما جهنم را برای کافرها پیشکش میکنیم. او کی هستند؟ آنانی که چشمهایشان از یاد ما غافل بود. در وقتی که در دنیا بود الله را مراقب نمیدونست، شب و روز تیر میکرد بدون اینکه هیچ میگه الله نیست. مراقبت الله جل جلاله اطاعت را برد میتن. خدا را کسی رقیب بداند اطاعت میکن. خدا را کسی رقیب بداند اطمینان میدن. خدا را کسی رقیب بداند ترس به وجودش میدن. نمونیش ما این برک رمضان است. خدا را رقیب میدانید. وقتی که میگه که خدا مراقب احوال ماست، خوب تشنم استید دستت برای او میرود؟ نه. خوب میتونی که دزدی کرده خوب او بخوری. یا تشنا برو به نام وضو بسته کزه رو بخور. کسی گید کردید میتونه؟ نه. چرا خورده نمیتونی؟ وضو میکنی به احتیاط وضو میکنی که نشه آقرد تیر شود. الله را رقیب میدونه. ترس از خدا و علم مراقبت به الله با نتیجه چه ببین؟ اما انگامی که تو سر سرخان شوشتی و انتظار آذان میکنی، الله اکبر، شما بفهم که چی اطمینان در اونجا از سر دلتون و چی خوشی را خداوند متعال در نصیب یک مؤمن در اون ساعت میکنه. الله اکبر. والله که اقا یک لذت خاصی که در اون حالت است، یعنی و کمک اینجا که خدا تو با ما توفیق دادی، یا الله تو با ما این نعمت دادی، پروردگار چی دینی برم دادی، گرسنگی را تیر کردی ولی شوق و علاقت هم بسیار زیباست. این تو داری و این هم تفاوت میکنه. خب هر قدر که انسان به خدا نزدیک میشه از این مجالس به چیز دیگری باز میگیرد. یعنی اقلترین ضعیفترین مؤمن هم از این لذت میگیرد. این را خب بگذار که خدا سرت مباهات میکنه، الله سرت افتخار میکنه. الله اکبر. الله به ملائکه میگه این انسان تو گفته بود قتل میکند، خیانت میکنه، وی میکنه، میکنه. اینه ببین الله سرت افتخار میکنه. پس این نتیجه است. هر کس که الله را رقیب بداند اعمالش جور میشه. هر کس که الله را رقیب بداند اطمینان بهش داده میشود. هر کس که الله را رقیب بداند از خدا میترسد. کل صفات دین در وجود از این تحقق پیدا میکند و انسان بلند رتبه ای میشود. و الله از این خاطر میفرماید که الذین کانت اعینهم فی غطاء عن ذکری. این لذت او انسان نمیچشد، بل جهنم او انسان میره که مراقبت الله جل جلاله را از دست داده است. هر کسی که ذکر الله جل جلاله را از دست میدهد، شریعت خدا را از دست میدهد، فهم دین از دست میدهد، اطمینان از دست میدهد، دیگه انسان بدبختی است که قرآن کریم چیز زیبا میفرماید در سوره مبارکه طه و آیه 124 از ذکر میکند و من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الله اكبر. هر کسی که اعراض میکنه از یاد ما و من اعرض عن ذکری، ذکری را گفتیم که اول دوانه دین است، فهم دین. هر کسی که از فهم دین اعراض میکند،
از مجالست با صلحا اعراض میکند، از یاد الله در صبح و بیگاه اعراض میکند، از یاد از اطمینان و مراقبت الله اعراض میکند. این انسان چی است؟ فان له معیشه ضنکا، زندگی تنگ و سخت نصیبش میکند. از کافر و منافق که در زندگی خراب هیچ کس در دنیا ندارد. اولیاء الله وری زندگی پر اطمینان هیچ کس در دنیا ندارد. یعنی یقینا انسانی که با خدا زندگی میکند چنان مطمئن است، چنان مطمئن است که به اسلام می کوالیتیش آدم نمیتون تذکر بده، فیصدیش آدم نمیتون برش بده. فان له معیشه ضنکا، در دنیا خیلی رقم معیشت پر جنجال و سخت و با آشوب، نفاق، مرض، مشکلات، بی اتفاقی، بی برکتی، ده ها تشویش، میلیاردر است دلش میرنده، کل جای عسکر هست بهش گرد تا واسه که بس دیده کس نکشه خود دلش میترسد. سیشنه کل صیحت علیهم، یک شمالک شو خیال میکی که سرم از رد ای حال سرش میاد. و نحشوره یوم القیامت یعما، در روز آخرتم کور بلندش میکنم. وقتی که از خبر بلند میشه، چون این خود ظاهر قرطک زدن در زیاد یاد گرفته، دین خود زیاد گفته، خب این تری این سیستم در نظر نگرفته. قال میگوید ربی ای پروردگار من، لما حشرتنی اعما، چرا مرا کور بلند کردی؟ وقد کنت بصیرا، ما خوشا چشم داشتم را میدیدم. الله میگوید کذلك اتت که آیاتنا، و تو خود دین آمد، و تو خود طریقه آمد، فنسیتها فراموشش کردی، و كذلك اليوم تنسى امرس ترى فراموش میکن. مالی دمی چه قریا بخی و بخی. عزیزای نتیجه از کل موضوع چی مبرد؟ نتیجه آخریش که ذکر الله در همان عبادت الله است. ذکر چی شد؟ کلا مضمون چی گرفتن؟ مجموع دین و با کل نصوصی که جمع بندی کرده نتیجه شد ذکر یعنی عبادت الله. ذکر یعنی عبادت الله. الله میفرماید که فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، در فی بیوت، در خانه ها. بیوت در اینجا چی است؟ مساجد است. در اینجا مساجد است. ان ترفع این که بلند کرده شود، و یذکر فی اسمه و یاد کرده شود، در چی؟ یاد الله جل. مساجد برای عبادت است. پس مجموع ذکر الله یعنی عبادت الله. آلی پس کل نکته را که گرفتیم، این نصوص ما شما را به چی داد؟ مصطلح ذکر الله، یعنی اصطلاح ذکر الله چی مفهوم را بر ما داد؟ اولش ایمان به الله جل جلاله، ایمان به الله جل جلاله. دوم مفهوم ای بر ما داد که خضوع، فروتنی و عاجزی به الله سبحانه و تعالی. سوم مراقبت الله جل جلاله. پنجم حیا از الله جل جلاله. هفتم، ششم ترس از الله جل جلاله. هفتم محبت با الله جل جلاله. هشتم طاعت از الله جل جلاله. نهم ایثار به امر و رضای الله جل جلاله، هر چیزی را قربانش میکنی. و قرائت الله جل جلاله و عمل صالح در کل مفهومش و نتیجه کلش در نماز. نتیجه کلش در نماز. خداوند متعال ما شما را توفیق نهد بکنه که ذکر را به این مفهوم و به این شکل یاد بگیریم و به این شکل انشاءالله درسای بعدی خود را بنیان بگذاریم. از این بعد به این سیستم میریم تا که خداوند متعال در وجود ما شما تغییر را ایجاد بکنه و وسیله شود به قرب ما به الله جل جلاله. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. اللهم اهدنا فیمن هدیت و تولنا فیمن تولیت و عافینا فیمن عافیت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يزل من واليت ولا يعز من عاديت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا
اللهم انا نسالك بحرمه اسمائك الحسنى وبحرمه كل اسم سميت به نفسك او علمت احدا من خلقك لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها يا رب العالمين وصلى اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى.